خب عرض کنم خدمتتون که ما در تاریخ 14 بهمن ماه سال 1387 یک پرتاب، در واقع اولین پرتاب موفق ماهواره‌ای رو داشتیم. ماهواره امید رو با سفیر در مدار قرار دادیم و به همین مناسبت روز 14 بهمن رو روز به هر حال ملی فناوری فضایی نامگذاری کردیم. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای مهندس سید احمد حسینی، سخنگوی محترم فضایی وزارت دفاع هستیم و میخواییم درباره دستاوردهای فضایی خودمون صحبت بکنیم. آقا بسیار خوش آمدید. ممنون، سلامت بشید. تشکر. قربان شما. و آقای محمد حسین جانپناه عزیزم اینجا هستن که بحثمون رو خلاصه گرم و داغ تحویل شما بده. سلامت بشید. منم سلام عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم که روز روزگار خوبی رو سپری کرده باشین. تا این لحظه همونطور که گفتیم، ما قراره در مورد اتفاقاتی که توی یک سال گذشته افتاده بیشتر صحبت بکنیم. ویدئویی هم که اول برنامه پخش شد، ویدئوی پرتابگر جدید ذوالجناح بود که قراره در مورد اون بیشتر صحبت اول برنامه پخش نشد البته، ولی همین الان پخش الان در حقیقت پخش شد. قراره در مورد اون بیشتر صحبت بکنیم و اتفاقاتی که در واقع به مناسبت اون داره میفته و حالا صحبت‌های بیشتری هم در موردش خواهد بود. آقای مهندس، میخواین شما شروع کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم از اینکه یه بار دیگه فرصتی ایجاد شد که تو برنامه وزین و علمی چرخ سلامت خدمت شما باشیم و گوشه ای از تلاش هایی که دانشمندان صنعت فضایی کشور دارن انجام میدن انشالله با هم دیگه بتونیم مرور کنیم. انشالله. خب تو ایام الله دعی فضش هستیم، تبریک میگم این ایامو. امسال روز فناوری فضایی مقارن شده با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و این پروژه‌ای که الان پرتابش شما ملاحظه فرمودید در قالب در واقع ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح در قالب یه پروژه‌ای انجام شد که به نام مقدس یا فاطمه زهرا مزین شده بود. بله. و این تقارن از نظر ما تصادفی نیست و انشالله به برکت یاد معصومین این کارا برکت داشته باشه. در خدمتتون هستیم. خب با کلیپ پرتاب شروع شد، شاید در واقع لازمه که یه مقدار پرداختش بشه بهش که این چی هست. قبلش نتیجهشو برامون بفرمایید که ببینید این پرتاب اولین پرتاب ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح بود. وقتی میگین ترکیبی منظورتون ترکیبی یعنی چی؟ ماهواره بر ترکیبی ترکیبی از سوخت جامد و مایع رو استفاده میکنه. ما در ماهواره بر ذوالجناح برای اولین بار از سوخت جامد استفاده کردیم. اون چیزی که شما الان مشاهده فرمودید قدرتمندترین موتور سوخت جامد کشور بود که به پرواز در اومد. ما با این پرتاب در واقع به قوی ترین موتور سوخت جامد دست پیدا کردیم که در حوزه فضایی داره ازش استفاده میشه. موتور مرحله اولش یا دومش؟ مرحله اول و مرحله دوم این ماهواره بر سوخت جامده و مرحله سوم سوخت مایه. من سال گذشته که خدمتون بودم در چنین ایامی خدمتون عرض کردم که در واقع ما خب نقشه راهی که حالا راجع بهش صحبت میکنیم داشتیم در حوزه فضایی تا الان تمرکزمون به استفاده از سوختهای مایه بوده. با توجه به در واقع توانمندی‌هایی که در حوزه سوخت مایه ایجاد شده بود، هم ماهواره بر سفیر هر دو مرحلهش از سوخت مایه استفاده کرده بود که به نوعی تعریف سفیر برای این بود که ما به مدار برسیم با هر وزن و پیلودی که ممکن هست. به نوعی اثبات توانمندی بود و مدار و پیلودی که داشت حمل می‌کرد خیلی عملیاتی نبود. بعدش با کلاسترینگ موتورایی که تو سفیر داشتیم از همون موتورای سوخت مایه استفاده شد، سیمرغ تعریف شد که مراحل در واقع نهایی تحقیقاتی خودش داره طی میکنه و انشالله در آینده نزدیک تثبیت خواهد شد و به مدار عملیاتی خواهد پیوست. امسال احتمال داره پرتاب داره مراحلش طی میشه. ما برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردیم که کار علمی خیلی در واقع ما عجله نداریم، ولی حتما برنامه‌ریزی که براش داریم. بله برنامه وجود داره و داره جلو میره. و مسیر سوخت‌های مایع ما حالا راجبش صحبت می‌کنیم همینطور ادامه داره. اما چند سالیه با توجه به توانمندی‌هایی که در حوزه سوخت جامد ایجاد شده بود و زمینه‌ای که وجود داشت، این ایده مطرح شد که در حوزه فضایی هم ما بیایم از سوخت جامد استفاده کنیم. چرا سوخت جامد؟ تو دنیا هم این مصطلحه، یعنی در حوزه فضایی کشورهایی که بنیه و پتانسیل سوخت جامد رو دارن
در حوزه فضایی از این پتانسیل اومدن استفاده کردن و ویژگی های خاص خودشو داره. هم سوخت جامد، هم سوخت مایع، هر کدوم توی یه حوزه ما در واقع دستاوردها و ویژگی هایی ارائه میدن. سوخت جامد عمدتا در مراحل اولیه ماهواره برها استفاده میشه برای برخاست و عبور از جو غلیظ، چون انرژی زیادی رو در یک بازه زمانی کم به ما میده. بنابراین در واقع ایده ماهواره بر زلجنا مطرح شد توی بازه زمانی خیلی کوتاه. ایده که مطرح شد در حد مثلا هولوش، به صورت جدی از هولوش 2 سال الی 3 سال، بین 2 تا 3 سال پیش ایده به صورت جدی مطرح شد و توی این 2-3 ساله کار جهادی حجیم انجام شد. واقعا دوستانی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، که من از همین تریبون از همه این عزیزان که خیلی گمنام دارن تلاش میکنن فعالیت میکنن تشکر میکنم. یه کار جهادی، واقعا اون مدیریت جهادی، کار جهادی که میگیم توی این پروژه شکل گرفت و توی بازه زمانی کم با هزینه خیلی کم در واقع این محصول شکل گرفت و آنچه که شما دیدید اولین پرتاب تحقیقاتی این ماهواره بر این ماهواره. هدف چی بود؟ معذرت میخوام، هدف از ما اینجا پرتاب... اگه خاطرتون باشه یه بحثی بود همیشه در واقع این نقل مطرح بود که ما چرا وقتی که یک محصولی هنوز تثبیت نشده میایم در واقع ادعای تزریق ماهواره و قرار دادن ماهواره در مدار باش میکنیم؟ ما عرضمون این بود که ما داریم فرایند تحقیقات و گام‌های تثبیت فناوریمون رو داریم طی می‌کنیم. اینجا الان این مسیر خیلی خوب تحریزی شده، این اولین قدم تحقیقاتی ما بود. تو این پرتاب ما هدفمون، هدف اصلیمون سهه گذاری پروازی موتور سوخت جامدمون بود. یعنی همین که در واقع ماهواره بر بلند شه و به سمت مدار حرکت بکنه. بله، ما خب. مرحله اولمون در ماهواره بر زلجنا که عرض کردم یه ماهواره بر ترکیبی 3 مرحله‌ایه، مرحله اول و دوم از سوخت جامد داره استفاده میکنه. ما توی این پرتاب هدف گذاریمون عملکرد موتورهای سوخت جامدمون بود که الحمدلله با موفقیت کامل مرحله اولمون پروازش رو انجام داد. هدف ثانوی هم داشتیم؟ ما در واقع برای مرحله سوم و داریم، ما تصاویری هم میبینیم از پرتاب ماهواره بر. بله بله بله، دوباره داریم در واقع این تصاویر رو زیر کلام شما میبینیم. میفهمید؟ حالا من فکر میکنم به لحظات پرتاب که رسید من ساکت باشم و اون در واقع قررش موتور و پرتاب رو داشته باشم. صدا نداره البته، صدا رو همکاران من ولی بعدا دوباره پخش میکنم. بله بله بشه خوبه. دوستانی که ندیدم بالاخره داشتم عرض میکردم که ما همین که مرحله یکمون حدود 70 ثانیه عمل کرد داره و ما رو به ارتفاع نزدیک 15 کیلومتری میرسونه. این عمل کرد اگه اتفاق می افتاد و جدایش مراحلمون برای ما دستاورد کامل به حساب می اومد که این اتفاق الحمدلله افتاد در اولین پرتاب. تو ارتفاع 15 کیلومتری بوستر جدا میشه. بله، مرحله یکمون جدا میشه و مرحله دو استارت میخوره که این اتفاق هم افتاده، یعنی جزء دستاوردهامون جدایش خوب. و شروع مرحله دو رو داریم. به علاوه این ما در واقع در محل محموله یک محموله تحقیقاتی گذاشته بودیم که تأثیراته، چون بالاخره ما همه زیر سیستما توی ماهواره بر که یه محصول پیچیده است و لبه تکنولوژی با همدیگه اینتراکشن دارن، تأثیرات متقابل دارن. ما سنسورینگ کامل و تلمتری کاملی داشتیم که تأثیرات عمل کرده موتورامونو روی مراحل بالایی ببینیم. خب پس احتیاج داشتین به یک پکیج تحقیقاتی. بله، برای یه محموله تحقیقاتی گذاشتیم. دوستان ماهواره ساز یه محموله تحقیقاتی گذاشتن، هم بخشی از زیر سیستمای خودشون تو همین مسیر پروازی تست کردن و ارتباط گرفتن و هم ما در واقع میزان ارتعاشات و دما و مباحثی که لازم بوده برای محققینمون جمع‌آوری اطلاعات شده، تلمتری کاملی انجام شده که برای تست‌های بعدیمون در واقع از اینا استفاده می‌کنیم. اصلاحات من هنوز متوجه نشدم ارتفاع نهایی به قول معروف تزریق این قرار چقدر باشه و وزنی که داریم صحبت سوال خوبی شده. بود حالا یه مقدار از اون پلنی که ما قرار بود صحبت کنیم چون فاصله گرفتیم، چون داریم اطلاعات به قول معروف مشخص ماهواره بر زلجنا قابلیتش، آن مأموریتی که براش طراحی شده، قرار دادن ماهواره‌ای با وزن تا 220 کیلوگرم در ارتفاع 500 کیلومتری دایره‌ای، در مدار 500 کیلومتری دایره‌ای، یعنی توانمندی زلجنا اینه که 220 کیلو پیلود رو میتونه در ارتفاع 500 کیلومتری دایره‌ای قرار بده که این توانمندی خیلی نزدیک به توانمندی سیمرغه.
ممکنه سوال بشه که چرا دو تا محصول همزمان داره توسعه داده میشه تو این کلاس. اینو میتونیم در واقع تو بخش دوم دربارش صحبت بکنیم. راجبش صحبت میکنیم ولی توانمندی اینه زلجناح. خب فقط به کجا رسیدیم با زلجناح ما در این پرتاب؟ ببین طراحی سیستمیش به اینه که به این توانمندی میرسن. خب ما الان یک گام به در مسیر رسیدن به این محصول جلو رفتیم. مطابق پلنی که ما داریم حداقل 3 تا پرتاب معموله رو ما هدفمون این بود که در مدار تزریق بکنیم. نه اصلا هدفمون این نبود. اصلا هدف گذاری رسیدن به مدار ما نداشتیم. پرتاب زیر مداری بود. پرتاب زیر مداری بوده توی در واقع شمارش معکوس هم شما مورد فرمودید با هدف تست زیر مداری این پرتاب انجام شده بود. یک تست تحقیقاتی بود و تا اون مرحله‌ای که مد نظرمون بود، ارتفاعی که مد نظرمون بود، پرواز انجام شد. ما داده برداری انجام دادیم. بسیار. راجع به قابلیت که فرمودید، ما هم میتونیم یک ماهواره 220 کیلویی تو اون مدار ارتفاع 500 کیلومتری قرار بدیم. هم میتونیم یه تعداد ماهواره کوچیکو که جمع وزنش بشه تو اوردر 200 کیلو مثلا 10 تا کیوبسد بالای 10 تا ماهواره مکعبی و همزمان میتونیم با این ماهواره برپرتاب. خب صحبت موتور ماهواره شد، بیاید یه چند دقیقه ویدیویی ببینیم از آزمایش موتور ماهواره بر و وقتی که برگشتیم یا نه گفتم چند دقیقه دوست میتونیم بحثمون رو میخوایم قبل از اینکه ویدیوش رو ببینیم این موتوری که الان میخوایم ویدیوش رو ببینیم توانش چقدره؟ ببینید این موتوری که شما ملاحظه فهمید عرض کردم قدرتمندترین موتور سوخت جامدیه که تو کشور تا الان توسعه داده حتی نسبت به موتورهای نظامیمون ما این موتور قطرش 1.5 متره یعنی مرحله یک ما قطر 1.5 متره تراست 75 تن ازش گرفتیم قابلیت ارتقا تا هولوش 100 تن رو داره این اولین باره یعنی یه ارتقای جدی تو حوزه سوخت جامد اتفاق افتاده حالا این ویدئویی که انشالله پخش میشه ما مسیر توسعه‌مون به این صورته که زیر سیستم ها تست میشن تو مسیر توسعه بعد از اینکه زیر سیستم ها تست شدن میاد در واقع تو مسیر سیستمی مسیر محصول کامل اونجا هم یه تعداد تست تحقیقاتی داریم تا محصولمون تکمیل بشه. آقای مهندس شما شیوه کلی رو توضیح دادید ولی بفرمایید این الان آزمایش تست گرمی که گفتیم دقیقاً چه اتفاقی میفته تو این ویدیو؟ ببینید تو حوزه پیشرانه چه جامد چه مایه یه طراحی انجام میشه این طراحی میاد تبدیل به محصول میشه و مراحل مختلف از تست های آزمایشگاهی تا بیاد در واقع این به قول ما سطح بلوغ فناوری 6 ماست نمونه مهندسیه که رو زمین بسته میشه و این مدل واقعی که بعدا میخواد پرواز کنه تست میشه ما توی این موتور سوخت جامدی که الان ملاحظه فرمودید هم به لحاظ ضربه ویژه که حالا دوستانی که تو حوزه تخصصی کار میکنن متوجهن یا ایمپالس یا ضربه ویژه هم به لحاظ تراست ضریب پرشوندگی اینا در واقع مباحث تخصصیه که تو حوزه پیشرانش مطرحه به لحاظ فرمولاسیون ترکیب سوخت تو همه اینا ارتقا داشتیم نسبت به قبل و خاص حوزه فضایی این موتور توسعه داده شده و میتونه یه قابلیت ویژه‌ای رو برای ما ایجاد کنه چرا ما از سوخت جامد استفاده میکنیم؟ عرض کردم تو مراحل اولیه تو ماهواره برا تو دنیا مصطلح اونایی که توانمندی سوخت جامد دارن استفاده میکنن ترکیبی هم در واقع بله. چیز خودشو داره دیگه چند نمونه مثال میزنیم ببین مثلا ماهواره بر ویگای مال اتحادیه اروپا به همین صورت 3 مرحله سوخت جامد داره ترکیبی بله و مرحله آخر نهاییش که در واقع میخواد ماهواره رو تزریق کنه و عملیات نهایی انجام میده سوختش مایه عرض میکردم تو مراحل اولیه برای اینکه ما از جو غلیظ میخوایم عبور کنیم قدرت زیادی میخوایم که از زمین کنده بشه ماهواره بر از سوختهای جامد استفاده میکنیم که پیچیدگی کمتری داره تعداد قطعات کمتری ما تو موتور سوخت جامد داریم هزینه توسعه‌مون کمتره وقتی به یه پلتفرم رسیدیم روی این پلتفرم راحت‌تر بعداً میتونیم توسعه بدیم اینا ویژگیایی که داره حالا ویژگیای دیگه‌ش هم من در ادامه برنامه توضیح میدم اما مراحل بالایی میایم از سوخت مایع استفاده میکنیم چرا سوخت مایع ما تو مراحل بالایی نیاز به زمان سوزش‌های بالا داریم ما تو سیمرغ اگه خاطرتون باشه عرض کردم بالای 300 ثانیه پرواز مرحله نهایی ماست تو همین زلجناح هم به همین صورت 300 ثانیه به بالا مرحله سوم این که سوخت مایه پرواز داره با نیروی کمتر ولی زمان طولانی کنترل پذیری بالایی داره دقت تزریق بالایی داره
در آینده انشاءالله ما توی ماهواره برای پیشرفته ترمون نیاز به بلوک‌های انتقال مداری داریم، نیاز داریم که در واقع آپر استیج‌های ما چندین مرحله خاموش و روشن بشن. این با فناوری سوخت مایع شدنیه. با سوخت جامد وقتی ما روشن می‌کنیم دیگه روشنه و تا انتها میره. بنابراین ما اومدیم از ویژگی‌ها و مزایای هر جفت اینا توی این ماهواره بر که در واقع این از مزیت‌های این ماهواره بر استفاده کردیم، هم از مزایای سوخت جامد و هم از مزایای سوخت مایع. خب آقای مهندس، ما الان یه خانواده پرتابگرهای در حال دست سفیر داریم که سفیر و سیمرغ و در آینده احتمالاً سریر و یه مرحله بعدی هم داره، سروش قرار باشه که پارسال اگر دیده باشید بچه‌ها ما در این باره مفصل صحبت کردیم و معرفیش آره، کردیم. آره متأسفانه اسلایدها نرسید به پخش، مگه اسلاید آره، رو هنوز داشتیم. الان شما دارین در واقع یک پرتابگر جدیدی رو آزمایش کردین که این قراره یک نسل جدیدی باشه، یک خانواده جدیدی باشه. از اون طرف ما قاصد رو هم داشتیم که چند وقت پیش آزمایش شد. اینا همزمان نیست؟ یعنی کارکردهای مشابهی رو، یعنی سرویس‌های مشابهی رو به ما ارائه نمیده؟ من راجع به مسیر خودمون توضیح میدم، راجع به قاصدم در ادامه خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما ماهواره بر سیمرغ یک محصول میانیه و در آینده انشالله ما به ماهواره بر سریری خواهیم رسید که حدود یک تن پیلود رو تا ارتفاع 1000 کیلومتری حمل میکنه. بله. بیس سریر سروش برای مدار زمین آهنگ و تناژهای خیلی بالاست. ما با سروش تو ارتفاع 200 کیلومتری حدود 15 تن پیلود حمل میکنیم. تو کلاس ماهواره برای روز دنیا خواهد یعنی ما قراره با سروش ماهواره توی مدار زمین آهنگ تزریق بکنیم. بله. این خیلی دستاورد بزرگی خواهد. البته برای مدار زمین آهنگ و دستیابی به 36000 کیلومتری یه مسیر طراحی کردیم. در قدم اول به مدار جی تی او میریم در آینده نزدیک انشالله با همین توانمندی که مدار جی تی او رو میفهمید؟ جی تی او در واقع مداریه که در واقع ترانسفورمیشن اوربیته، جیو ترانسفورمیشن یا ترانسفر اوربیته، مدار انتقالی به جیو. ما برای اینکه به جیو برسیم ابتدا باید به یه مداری بریم، جیو سینکرون رو داریم میگیم که همون مدار زمین آهنگ 36000 کیلومتر. ابتدا توی مداری قرار میدیم که حضیض پایینه، مثلا تو اردر 250 کیلومتر، ولی اوج 36000. بعد تو اون اوج 36000 با بلوک های انتقال مداری که داریم اینو در واقع مدار گرد میشه، تبدیل میشه به 36000 دایروی. مسیر به این صورتی که ابتدا ما باید به جی تی او بریم که در آینده نزدیک این کار رو انجام میدیم و بعد انشالله تو گام بعدی خود سریر هم توانمندی اینو داره که یه ماهواره حداقلی و در جی اس او قرار بده، یعنی در 36000 کیلومتر با زاویه اینکلینیشن غیر صفر، و با سروش به اون جیوی نهایی میرسیم، یعنی خود اون یه مسیری داره. اما داشتم عرض میکردم سیمرغ یه محصول میانیه که بعداً یه مرحله دو مرحله ایه. ما یه مرحله وسطی به این اضافه میکنیم، یعنی تبدیل میشه به ماهواره بر سه مرحله ای سریر. اون انحراش از دست میده بله، یه تیکه که وقتی به سریر رسیدیم که توانمندی یک تن در ارتفاع 1000 کیلومتری رو خواهد داشت، عملا دیگه سیمرغ در واقع از رده خارج میشه. برای پیلودهای سبکتر، یعنی تا یک تن رو با سریر میریم، برای لئو مدارات پایین، برای پیلودهای سبکتر از دولجنا استفاده میکنیم. یعنی ما دو ماهواره عملیاتی خواهیم داشت مطابق راهبردی که داریم. ماهواره بر زولجنا برای پیلودهای تا 220 کیلو و سریر برای سنگین ترها. برای جو هم که سروش داریم، یعنی ما سه تا ماهواره در نهایت ماهواره بر خواهیم داشت. من یه پرانتز باز بکنم، مدار جو سینکرون یا زمین آهنگ برای این خیلی مهمه که ماهواره‌ای که در اون مدار قرار میگیره در اون مدار سرعت حرکت ماهواره با سرعت چرخش زمین یکیه، بنابراین اگر یک ماهواره بالای ایران باشه هم ماهواره بالای سر کشورمون خواهد چرخید و جاش تغییر نمیکنه. این خیلی از لحاظ استراتژیک میتونه اهمیت بالایی داشته باشه این مدار. بله. که داره در واقع الان داریم نقشه راه رو هم تصاویرش رو میبینید. بله، تصاویری که میبینیم، نقشه راهی که خدمتتون توضیحش رو عرض کردم. پس ما زولجنا رو خواهیم داشت برای پیلودهای سبکتر، سری رو خواهیم داشت برای پیلودهای سنگینتر در لئو، و برای ژئومون هم که در واقع سروش رو خواهیم داشت. البته از سروش برای پرتاب تعداد زیادی ماهواره در ارتفاعات پایین هم استفاده میشه، مشابه کاری که اخیراً ملاحظه فرمید آخرین پرتابی که اسپیس ایکس انجام داد بالای 140 تا ماهواره رو
با یه پرتاب توی مدارات پایین قرار داره. بله. که با ماهواره برای سنگین این کار قابل انجامه. تو این اسلایدی که ملاحظه می‌فرمایید مسیر توسعه ماهواره برای مشخصه. اون ردیف قابلیت، ببینید ما برای اینکه بتونیم ماهواره برها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، یه در واقع مقیاسی میشه. یعنی یه بار الان مرور بکنیم اینا رو؟ بله بله. بله. این مقیاس بله. یه مقیاسی در واقع به صورت مشترک وجود داره که هر ماهواره بر در ارتفاع 200 کیلومتری که مرز ورود به مدارات فضایی چه وزنی رو میتونه حمل کنه. ما تو کلاس سفیر تا اردر 80 کیلو رو تا 200 کیلو میتونستیم ببریم. بله. با زولجنا این میرسه به 600 کیلو برای 200 کیلومتری، سیمرغ 800 کیلو، تو سریر به 1800 کیلوگرم برای 200 کیلومتری میرسیم، بعد تو سروش به 8 تن و 15 تن. یعنی میخواید مقایسه کنید اردرها به این صورته. ابعاد و اندازه و در واقع قطر و طول و وزن این ماهواره برای متناسب با این قابلیت ها افزایش پیدا میکنه. سروش دو در حقیقت نسخه دیگه از سروش یک با سروش دو با ما در واقع پیشرانش سرمازاکر ژنیکه که حالا بیشتر صحبت میکنیم راجبش صحبت میکنیم. سروش یک با سوخمایه های معمول خودمونه که الان وجود داره. راجب قاصد که فرمودید، قاصد تقریبا تو کلاس سفیره. بله. یعنی پرتابی که انجام شد، البته دوستان کار ارزشمندی انجام دادن، اون خانواده هم قاعدتا در حال توسعه است، اما کاری که پرتابی که سال جاری انجام شد یک ماهواره مکعبی 6 کیلو رو تو ارتفاع 430 کیلومتری قرار داد که تقریبا با قابلیتی که سفیر داره هم خانواده است. با زولجنا ما تقریبا بالای 10 تا از این ماهواره‌های مکعبی رو تو ارتفاع 500 کیلومتری میتونیم قرار بدیم. مرحله سوم اینم همون سفیره درسته؟ مرحله سوم در واقع مرحله دوم سفیر است، همون تکنولوژی مرحله دوم سفیر، ولی به زمان خیلی اینو سوال پرسیدن. بله بله، زمان سوزش بالاتر استفاده میشه. ما تو این راهبرد با توجه به دو تا ورودی ما داشتیم برای اینکه نقشه راه بچینیم، نیازمندی های ماهواره سازامون و نیاز عملیاتی کشور تو حوزه فضایی و توانمندی های فناورانه ای که داریم، ترکیب این دو تا منجر به این نقشه راه میشه. نیازمندی هایی که الان داره اعلام میشه، ما عمده ماهواره های عملیاتیمون وزن بالای 100 کیلو دارن، بنابراین ما تو طراحی ماهواره برامون چه زولجنا چه بقیه ماهواره برا باید به قابلیتی میرسیدیم که حداقل 100 کیلو بالای 100، حالا زولجنا که بالای 200 کیلو رو میبره بالای 500 کیلومتر بتونیم وزن بیشتری ببریم. تو دنیا هم بالای 90% پرتابا داره با ماهواره برای سنگین اتفاق میفته و چندی ماهواره در یک پرتاب که در واقع سمت و سویی هم که ما گرفتیم به این سمته که انشالله به این قابلیت ها برسیم. ماهواره بر زولجنا هم که پرتاب شما لازم فرمودید و تست موتورش رو، یه ماهواره بر سه مرحله ای عرض کردم، اول و دوم، مرحله اول دوم سوخت جامد، مرحله سوم مایه، 25.5 متر طولشه، حدود 52 تن وزن کامل ماهواره بر 1.5 متر قطر مرحله اول و دوم و 1.25 مرحله سومش که فرمودم مشابه مرحله دوم سفیره و 74 الی 75 تن تراس که بس به مرحله اول و دوم این موشک یا پرتابگر در حقیقت از موتورهای مشابه استفاده میکنه. دقیقاً یه موتور مشابه، مون تو مرحله دوم یه مقدار به لحاظ طراحی سیستمی و نازلش متفاوته، ولی تکنولوژیته. اینم در واقع یه هنر طراحی سیستمی بوده که وقتی به یه موتور رسیدیم همین رو تکرار کردیم، نیومدیم در واقع یه توسعه جدیدی برای مرحله بعدیش بخوایم انجام بدیم، بوستر رو قرار دادیم. آره الان خیلی مشخص همونطوری که شما هم فرمودید، اولش هم صحبت میشه درباره اینکه این یک پرتاب زیرمداریه، یک تست زیرمداریه و اینکه مثلا توقع ازش داشته باشیم حالا ماهواره هم بذاره تو مدار رو تزریق بشه و اونم درست کار بکنه طبیعتا نداریم، ولی این شاید همونطوری که شما هم اول فرمایشاتتون فرمودین آقای مهندس که در واقع پارسال هم این صحبت زیاد بود که حالا این شکست رو ما به عنوان یک موفقیت تعبیر می‌کنیم. خب ما در مورد همه چیز می‌تونیم اینو بگیم، ضرب المثلی هم هست دربارش، ولی مسئله اینجاست که به هر حال ما باید برای اون در واقع دوره‌های شکستی که می‌تونه تجربه باشه هم برنامه‌ریزی داشته باشیم، برای اون موفقیت هم به هر حال یه برنامه‌ای داشته باشیم و ما حتماً و حتماً برای این نقشه راهی که الان ما حالا با هم دیگه دیدیم هم برنامه‌ای داریم و برنامه زمان‌بندی شده‌ای. حدوداً این برنامه‌های زمان‌بندی شده چطوری هستن؟ خب عرض کردم ما الحمدلله داره این ادبیاتش جا میفته، تو دنیا هم همینه، مراحل تستای تحقیقاتی ابتدا باید انجام بشه. ما خیلی از آزمایشگاه هایی که باید داشته باشیم برای
تست مجموعه فضایی. حالا تو برنامه‌های دیگه شما، من یه برنامه رو داشتم می‌دیدم راجع به خلأ داشت صحبت می‌شد، مهمتون فرمودن که در واقع بزرگترین تجهیزات خلأ مال حوزه فضاییه. خب ما نداریم الان تجهیزات خلأی که خیلی از این در واقع زیر سیستما و فناوری‌هایی که داریم رو زمین بخوایم تست بزنیم. بنابراین حجم زیادی از تست زیر مجموعه ها میره تو این تست های پروازی. دنیایی که این تجهیزات رو داره تست تحقیقاتی داره، یعنی یه مرحله تست های تحقیقاتی دارن. شما میبینید عمده مجموعه هایی که دارن کار در واقع حرفه‌ای تو حوزه پرتاب میکنن، هر محصول جدیدی رو تعداد زیادی ابتدا تست تحقیقاتی میزنن، تست های زیر مداری، تست های بعدی، تا عملیاتی که شد تثبیت شد بعد حالا میان ماهواره تزریق میکنن. ما برای این ماهواره بر حداقل 3 تست تحقیقاتی پیش بینی کردیم که این اولیش بود. امیدواریم توی بازه زمانی یه سال، یه سال و نیم آینده بتونیم مراحل تحقیقاتیشو طی کنیم و انشالله برسیم به مرحله عملیاتی و استفاده عملیاتی ازش داشته باشیم. خیلی بستگی به مسیری که داریم میریم و در واقع نتایجی که از تست میگیریم. من دو تا سوال بپرسم. یکی این که این از رو پرتابگر سیار پرتاب کردیم، درسته؟ ببینید از ویژگی های زلجنا اینه که نیاز به پایگاه پرتاب ثابت نداره، مثل سیمرغ. بله، سیمرغ شما ملاحظه فرمودید ما اون برج متحرک رو داشتیم که برای ماهواره بر سریر، که اون ماهواره بر سنگین ما هست که میخوایم یه تن پیلود تو تا 1000 کیلومتری ببریم، اون برج رو لازم داریم. بله. از همون برج انشالله سریر رو پرتاب خواهیم کرد. اما زلجنا ویژگیش اینه که نیاز به پایگاه پرتاب ثابت نداره و میتونه به صورت متحرک از کجا متحرک پرتاب بشه. ما ببینید الان بحث منظومه سازی و ماهواره‌های سبک خیلی متداوله و منظومه سازی نیازش اینه که ما بتونیم از زوایای میل متفاوت استفاده کنیم. وقتی شما از یه پایگاه ثابت دارید پرتاب میکنید، یه زاویه میل دارید، اگه بخواید اینو اصلاح کنید باید از بلوک های انتقال مداری استفاده کنید. ویژگی زلجنا اینه که هم ما میتونیم از زوایای مختلف پرتاب کنیم با توجه به پهنه وسیع کویری که داریم، هم میتونیم بریم کنار آب، یعنی حالا برنامه پرتاب از جنوب شرقی کشور رو هم داریم در آینده انشالله، که اگه بریم ما از اونجا پرتاب کنیم با همین پرتابگر متحرک میتونیم به مدار خورشید آهنگ هم برسیم. از زمین آهنگ صحبت کردیم، ویژگی مدار خورشید آهنگ یا SSO اینه که برای کارهای سنجشی ما در واقع یه ویژگی خاصی ایجاد میکنه که در زمانهای ثابت و با زوایای ثابت میتونیم تصویربرداری انجام بدیم. خیلی از خوشی. بله، برای دوستانی که کار حرفه‌ای تو حوزه سنجشی انجام میدن میدونن که مدار خورشید آهنگ ویژگی خاص داره. زلجنا یکی از قابلیتایی که انشالله برای ما در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد اینه که به سرعت بتونیم به مدار خورشید آهنگ هم دست پیدا کنیم. ببخشید. ما یه مسئله‌ای که توی حالا بذاریم برگردیم تو قسمت خیلی سریع تو قسمت ادامه نسل در حقیقت سیمرغ، موتورهای سوخت مایع یکی از مسائلمون، یکی از محدودیت‌های تکنولوژیمون فکر کنم موتورهای کرایوجنیک سرمازا بوده. اتفاقی داره میفته تو این حوزه؟ بله، ما هم سوخت جامد و برنامه توسعه‌شو داریم که میشه در واقع خانواده زلجنا. این ان شاءالله در این خانواده زلجنا که میگین یعنی مدل‌های قوی‌تری خواهد داشت؟ بله، این قطعاً بهبود پیدا می‌کنه. ما هم از بدنه‌های سبک‌تر استفاده می‌کنیم، هم در واقع ضرب ویژه ارتقا پیدا می‌کنه. رو پیلود و اینا که تاثیر نازل‌های متحرک استفاده می‌کنیم، چرا اینا قاعدتاً پیلود ارتقا میده. تو سوخت جامد پس ارتقا داریم، تو سوخت مایع هم ارتقا داریم. هم تو خانواده موتورهای فعلی که داریم، هم برای بلوک‌های انتقال مداری، هم در آینده برای موتورهای سرمازا که پیشرفته‌ترین تکنولوژی تو حوزه سوخت مایع. ما سرمازا رو هم توی در واقع صنایع داخلی خودمون داریم دنبال می‌کنیم برای اشلای بزرگ تناژهای بالای سرمازا، برای در واقع مراحل اولیه‌مون. سریر و سروش قراره کرایوجنیک باشن. سروش مراحل اولش سروش دو سرمازاست و برای مراحل بالاییمون هم شروع کردیم با مرکز نوآوری شریف. حرکتی رو که حالا اسلایدش هم ملاحظه می‌فرمایید برای توسعه یک موتور سرمازای مقیاس کوچیک شروع کردیم با یک کار مشترکی و با دانشگاه شریف و مؤسسه دانش بنیان برکت به عنوان حامی مالی. یک فن چالشی رو راه انداختیم که فکر می‌کنم تو برنامه آتی شما برنامه دارید، دوستان میان کامل توضیح میدن
که از شبکه دانشی و علمی که تو کشور وجود داره علاقه‌مندان دعوت کردیم به این چالش که مرحله به مرحله انشالله این کار توسعه یه پروژه سنگین هم پایین داشت، درسته؟ بله، یه در واقع اسم داره پروژه؟ ما موتور بهمن رو انشالله در آینده خواهیم داشت که عرض کردم داریم کار میکنیم برای توناژ بالای سرمازم. بسیار عالی. من فقط باز باید تشکر بکنم، درسته که خیلی هنوز به نظرم راه داره، حتی کاری که شما دارید میکنید آقای مهندس، به اینکه میایید اینجا در یک برنامه زنده تلویزیونی به سوال ما جواب میدید، ولی همین که این اتفاق داره میفته، یعنی ما سالهای زیادی رو تجربه کردیم که از سکوت خبری محض بود، اصلا ما نمی‌دونستیم چه اتفاقی داره میفته، ولی این که دارید با در واقع حالا مردم، رسانه‌ها تعامل میکنید، این که با مخصوصا در یک برنامه علمی همین تو، این که و نه حالا برنامه ها از زوایای به هر حال دیگه، این که با دانشجوهای دانشگاه شریف یا حالا بچه های دیگه، یعنی با بچه هایی که دارن کار میکنن کار میکنید، من فکر میکنم خیلی، یعنی من خودم به شخصه خیلی هیجان زدم و امیدوارم که این رابطه هی بهتر و بهترم بشه. بزرگوارید، ما این که فرمودی خوشحالیم که در واقع برای مخاطبین فرهیخته و علمی در واقع داریم اولین بار این موضوع اینجا رسانه ای شد. البته من شاید 5% آن چیزی که راجع به ذوالجناح باید میگفتیم نگفتیم. آره خیلی صحبت کردم، راست ولی بعضی از داشتم که سوالا زیاد. آره حجم مطلب زیاد. ان شاء الله پس یه قسمت دیگه ما مزاحمتون بشیم، فرصتی بشه که بتونیم ابعاد این دستاورد بزرگی که حاصل شده و تقدیم شد به ملت شریف ان شاء الله سلامت باشین بیشتر بازش. بسیار متشکرم از شما، خیلی خوش آمدید. محمد جان ممنونم از شما. بعد شما بینندگان عزیزی که ما رو تماشا کردید، تا فردا خدا نگهدارتون.